وقتتون بخیر. خوش آمدید به خبر امشب شنبه 15 سال 1394 هجری خورشیدی که برابر میشه با 5 مارچ سال 2016 میلادی. سرخط خبرها. دیدار رهبران حکومت وحدت ملی با اعضای شورای ملی و کابینه. تعهد ما بر تا نیست که هر دو ما جلسه تعقیبی داشته می باشیم تا مسائل را که درج شده به حیث مسئولیت ها و به حیث تعهدات به صورت واضح شما بفهمید. توشیح فرمان اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور. به زودترین فرصت کار کمیته گزینش البته با یک ترکیب جدید آغاز خواهد شد. و تعهد یک نامزد ریاست جمهوری آمریکا به افغانستان. من بیژن آریان هستم. گروه طالبان میگویند که در مذاکرات صلح با دولت افغانستان شرکت نکرده و نماینده‌ای در گفتگوهای مستقیم نخواهند فرستاد. این گروه با انتشار خبرنامه اعلام کردند که تا زمانی که شرایطش پذیرفته نشود مذاکرات به هیچ نتیجه نخواهد رسید. در این خبرنامه طالبان که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رسانه‌ها فرستاده شده آمده است، همان گونه که در نشست پگواش گفته شد، تا زمانی که اشغال افغانستان پایان نیابد، فهرست سیاه برداشته نشود و زندانیان مظلوم رها نشوند، مذاکرات بی‌مفهوم و هدر دادن وقت است و نتیجه نخواهد داشت. در این خبرنامه گفته شده است که ملا اختر منصور رهبر طالبان هیچ نماینده‌ای برای شرکت در مذاکرات مستقیم صلح با دولت افغانستان تعیین نکرده است. این در حالی است که بر اساس اعلامیه گروه کاری چهار جانبه صلح افغانستان قرار بود مذاکرات مستقیم صلح میان دولت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی در اسلام آباد آغاز شود. تا اکنون حکومت افغانستان در مورد این اعلامیه واکنش نشان نداده است. سال پیش رو سال رفاه و یا سال چالش ها خواهد بود. رئیس جمهور شام امروز در دیدار با اعضای شورای ملی و کابینه حکومت وحدت ملی با بیان این مطلب میگوید حکومت برنامه های مؤثر برای بهبود وضعیت مردم در سال آینده روی دست دارد. در همین حال رئیس اجرایی کشور میگوید ثبات نظام به دو اصل بنیادی وابسته است، تطبیق قانون و حمایت مردم از نظام حکومتی. رهبران حکومت وحدت ملی شام شنبه با اعضای شورای ملی و کابینه افغانستان رایزنی کردند. در این دیدار دیده می شود که رئیس جمهور به سال آینده امید چندانی ندارد. سال پیشتر از سال گذشته که بهتر بود، اما هنوز هم ناکام است. تنها 55% بودجه به مصرف رسید و مردم تقاضای زیر دارند که با خواستهای را که اینا دارند ما بتانیم همه کارها را انجام بدیم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان اعلام کرد که با آغاز به کار دور جدید مجلس نمایندگان بعد از آن هر دو ماه یک بار وزیران و نمایندگان مجلس با هم نشست مشترک به سطح زونها خواهند داشت. تعهد ما بر تا نیست که هر دو ما جلسه تعقیبی داشته می باشیم تا مسائل را که درج شده به حیث مسئولیت ها و به حیث تعهدات به صورت واضح شما بفهمین و سرش تصمیم گرفته بتانین که در خلای معلوماتی نباشه. در همین حال رئیس جمهور کشور میگه ثبات نظام در عملی شدن قانون و حمایت مردم از دولت استوار است. دوام و بقای نظام و ثبات نظام به دو اصل مهم متکی است که یکی حاکمیت قانون است و دوم حمایت مردم. و حمایت مردم در صورت تأمین شده میتانه که بازم تکرار میکنم چیزی که پیشتر رئیس جمهور گفتن با حفظ استقلال هر بخش و هر نهاد دولتی. این دیدار در حالی صورت میگیرد که قرار است روز یکشنبه شورای ملی افغانستان پس از تعطیل زمستانی به کارش آغاز کند. همزمان با این نامزد پیشتاز انتخابات رئیس جمهوری آمریکا حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را یک نیاز می‌داند. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اگر به کاخ سفید را یابد سربازان آمریکایی را در افغانستان برای یک مدت حفظ می‌کند تا از سلاح هسته‌ای پاکستان محافظت کند. ترامپ سخنان پیشینش را که جنگ افغانستان را اشتباه خوانده بود رد می کند و می گوید مقصدش عراق بوده است.
افغانستان یکی از محورهای بحث در سیاست خارجی رئیس جمهور آینده آمریکا است و سرنوشت سربازان آمریکایی در افغانستان روی میز تصمیم گیری رئیس جمهور آینده آن کشور گذاشته خواهد شد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در مناظره اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار حضور سربازان آمریکایی در افغانستان، آن هم به خاطر حفاظت از تسلیحات هسته‌ای پاکستان است. من فکر می‌کنم که شاید برای یک مدت در افغانستان بمانید، به خاطر که این یک حقیقت است که شما در کنار پاکستان هستید که دارای سلاح هسته‌ای است و ما باید از آن حفاظت کنیم. سلاح هسته‌ای بازی را تغییر داد. ترامپ با این حال گفته پیشینش را که رفتن به جنگ در افغانستان را اشتباه خوانده بود رد می‌کند و می‌گوید که مقصد وی عراق بوده است. مقصد من از افغانستان عراق بود. من آن گفته‌ها را در مورد افغانستان اصلاح کردم که مقصدم از عراق بود، نه افغانستان. من همیشه مخالف رفتن و جنگ عراق بودم. این در حال است که ماموریت اصلی نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان بر بنیاد توافقنامه امنیتی کابل واشنگتن و کابل ناتو، آموزش، مشورت دهی و کمک با نیروهای افغان و همچنان مبارزه با دهشت افغانی است، نه حفاظت از تسلیحات هسته‌ای پاکستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور حکم فرمان آوردن اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی را توشیح کرد. ارگ رئیس جمهوری میگوید این فرمان در هماهنگی با اعضای شورای ملی تدوین شده و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود. در همین حال معاون دوم رئیس جمهوری بر ایجاد کمیسیون‌های جدید انتخاباتی تاکید ورزیده، میگوید کمیته گزینش به زودی به کارش آغاز خواهد کرد اما با تغییر برخی از اعضا. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی برای کار هرچی بهتر در کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیته گزینش نامزد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تشکیل شد. اما این کمیته پس از رد فرمان نخست رئیس جمهور کارش متوقف گردید. پس از چند زنی‌های فراوان، اشرف غنی در حکم فرمان آوردن اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی را توشیح کرد. گفته می‌شود این فرمان در هماهنگی با شورای ملی تدوین شده است. در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری میگوید کمیته گزینش با برخی تغییرات در اعضایش به زودی به کار آغاز خواهد کرد. به زودترین فرصت کار کمیته گزینش البته با یک ترکیب جدید آغاز خواهد شد و به تعقیب آن در آینده نزدیک ما شاهد آغاز کار کمیسیون‌های جدید انتخاباتی خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات و همچنین کمیسیون شکایات انتخابات. این مقام ارشد حکومتی میگوید برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی یک نیاز اساسی است. اصلاحات انتخاباتی و آمادگی برای برگزاری انتخابات یکی از ضرورت‌های بسیار حیاتی و عاجل و فوری ماست. آقای دانش پیش از این نیز گفته بود آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی خواست مردم افغانستان است و هیچ اختلاف در بین رهبری حکومت وحدت ملی درباره آوردن اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد. همزمان با این محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور فردا دور کاری شورای ملی را افتتاح می کند. شورای ملی پس از رخصتی 45 روزه در دو اتاق مجلس نمایندگان و مجلس سنا به کارشان آغاز خواهند کرد. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان به برگزاری زود هنگام انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در زمان تعیین شده آن تاکید ورزیده و میگویند که به خاطر اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی با رئیس جمهوری به توافق رسیدند. اعضای شورای ملی پس از تعطیلات زمستانی روز یکشنبه به کارشان آغاز می کنند. گفته می شود محمد اشرف غنی این دوره کاری را افتتاح خواهد کرد. معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید که انتخابات هیئت اداری، تصویب قوانین، روند صلح و متحد ساختن مردم به خاطر برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی از اولویت کاری آنان خواهد بود. اوس من کوشش هم دغه کو چې باید انتخابات په خپل وخت باندې وسی، په خپل تاریخ باندې خو یې کې چې د ولس همکاري نه به هم نسی کېدلی. نو زه په دې باندې د ازل متفقین یم چې ان شاء الله تعالی د ولس همکاري انتخابات په خپل وخت باندې برگزار کیږي او انتخابات وکړي. قرار است رئیس جمهور فرمان تقنینی جدید را برای آوردن اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی به مجلس بفرستد. در همین حال معاون دوم مجلس نمایندگان میگوید که نیاز به فرستادن فرمان تقنینی نیست، چون آنان به خاطر تغییرات در کمیسیون انتخابات با ریاست جمهوری به توافق رسیدند.
من هر څه دی قانون پرنا قانون اساسي پرنا کې غواړو قانون اساسي پرنا کې چې هر پرمان راسي مونږ بلا بای کوته وایو اېمه په ان خو اول پرمان ته به ضرورت نوي مونږ په توافق سره رسیدلی ملي ګټې مونږ ته لار څه نه مهمه دي هغه څه چې د ملت غوښتنې دي هغه څه چې مونږ خارجانو سره تعهدات کړي دي دغه پر بنا باندې مونږ په انتخابات کمیسیون کې کافی تغییرات راول. پیش از این پارلمان افغانستان فرمانهای تقنینی رئیس جمهور را در مورد آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را رد کرده بود که به اساس آن کار کمیته گزینش نیز به تعلیق درآمد. همزمان با آن کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی را پس از تأخیر در 24 میزان 1395 خورشیدی اعلام کرد. برنامه طالبان برای انتقال شورای کویته از پاکستان به ولایت هلمند ناکام شد. فرمانده قول اردوی 215 میوند میگوید طالبان مسلح میخواستند که مناطق بیشتری را در این ولایت به دست آورند و بعدا این شورا را انتقال دهند، اما این تلاش طالبان با شکست همراه شده است. آنها به مردم هلمند اطمینان میدهند که در آینده نزدیک شاهد یک تغییر مثبت در این ولایت خواهند بود. هلمند ولایتی که در چند ماه گذشته هر از گاهی شاهد شکست های پی هم نیروهای امنیتی در ولسوالی های مساقله و نوزاد بودند، اما اکنون مسئولان ارشد نظامی در این ولایت میگویند طالبان در برنامه هایشان ناکام ماندند. فرمانده قول اردوی 215 میوند میگوید طالبان در نظر داشتند که شورای کویته را از پاکستان به هلمند انتقال دهند، اما ناکام شدند. دی وطن دشمنانو واقعا باندې پدی باندې تصمیم نیولې او په دې اراده کې و هغه شپو ورځو کې چې زراغلم دوی په ولسوالی دی خان نشین کې جلسه دایره کړې وه چې موږ به نن شپه هلمند نیسو. په دې باندې تاسو هم آګاهی، مګر دښمن نه تنها چې یوه ولېځدی ونه شو کولی چې ونیسي، بلکې د ډېر نقاطو نه په شا باندې شو او ډېر د سنګینو تلفاتو سره دښمن مخامخ شوی دی. این فرمانده ارشد نظامی میگوید عملیات کلان نظامی را با آغاز فصل بهار برای پاکسازی طالبان در این ولایت آغاز خواهند کرد. هدف دادی چی در لاره با در کچکی پوری خلاصیجی، حتی در کچکی پوری با لار خلاصیجی و در لاری پتسنگی زو امیدواریم چی در غزموش در مسلح قوتون و تپ و تلاش او پتسنگی ورسر زموش در اولست تپ و تلاش چی روان دی در مخالفین و پسوپو بکی چکم خبری روانی دی در دواره با در دی باعث بگرزیجی چی موش با در طول سیمه که یو زلیبیر تا در امنیت در پار بستر خور. وی میگوید افزون بر عملیات در بخش صلح و مذاکره هم در این ولایت تلاش ها جریان دارد که در آینده نزدیک مردم شاهد یک تغییر مثبت خواهند بود. این در حال است که تا هنوز هم به شمول ولسوالی مذاکره چندین مناطق در دست طالبان بوده و هر روز شاهد درگیری های تازه با نیروهای دولتی می باشند. از سوی دیگر حدود 3000 نیروی مسلح خیزش های مردمی در فاریاب در حالت بی سرنوشتی به سر می برند. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این موضوع می گوید هیچ یک آنان از سوی حکومت حمایت نمی شوند. در همین حال آقای دوستم از ارتباط مستقیمش با برخی از رهبران گروه طالبان سخن زده می گوید که اگر گفتگوهایشان نتیجه بدهد 80% جنگ در افغانستان فروکش خواهد کرد. فعالیت‌های گسترده شورشیان در بخش‌های دوردست کشور سبب خیزش‌های مردمی برای دفاع از مناطقشان شده است. این نیروها در فاریاب 3 ماه از سوی اداره امنیت ملی پشتیبانی مالی و نیز تجهیز نظامی می‌شدند، اما کنون به این نیروها نه کمک مالی صورت می‌گیرد و نه هم مرمی و سلاح به آنان می‌رسد. اینجا در حدود 2000 نفر بی‌سرنوشت است. اینم جنگ، اینم موتورسیکل، اینا را می‌بینید هیچ کدام از اینا پلیس محلی یا خیزش های مردمی بود، او هم ریاست امنیت ملی ما کمک میکرد، او هم قطع شد. نیروهای محلی برای سرکوب و مهار شورشیان در مناطقشان بسیار مؤثر خوانده میشوند، زیرا این نیروها همواره در نخستین خط نبرد با شورشیان قرار دارند. از همین رو تاکید بیشتر بر این است که این نیروها به دلیل شناختشان از گروه های عراس افکن در مناطقشان میتونن برای پیکار با او گروه ها بسیار محصر تمام شوند. تعداد گروه های دایشان در اینجا قرار دارن، وزیر دارن که از چینیان، پاکستانی هستن، ازبکستانی هستن، برای پیدن در استراتژی که به نام قشتیپه، دور قشتیپه در تحت محاصره چینیا بود.
اما معاون نخست رئیس جمهور از گفتگوهای رو در رو با برخی رهبران گروه طالبان سخن میزند. ما هم ملاقات بکنیم دیگه افغانستان 80% نقاط جنگ پایان می‌یابد. بخیر ما ببینیم که ملاقات در نزدیکترین وقت شاید ملاقات بکنیم. عبدالرشید دوستان با گروه های شورشی اطمینان می دهد که اگر صلاح از شانه به زمین بگذارند و با حکومت یک دست شوند، حکومت نیز آنان را به دادگاه نخواهد کشانید، بل برای زندگی آرام آنان کمک خواهد کرد. تاج محمد جاهد رسماً کارش را به عنوان سرپرست وزارت داخله آغاز کرد. آقای جاهد هشدار می دهد که سال پیش رو سرنوشت آینده افغانستان را رقم خواهد زد و پیروزی و ناکامی در میدان جنگ را به رهبری درست وابسته خوانده اطمینان می دهد که برای تأمین امنیت همه ابزارها را به کار خواهد برد. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به اصلاحات ژرف در وزارت داخله و تشکیلات پلیس تاکید کرده است نمایندگان مجلس می خواهد برای تقویت نهادهای امنیتی به تاج محمد جاهد رأی اعتماد بدهد. تاج محمد جاهد که به تازگی کارش را به عنوان سرپرست وزارت داخله آغاز کرده از برنامه‌های تازه برای تقویت پلیس و تامین امنیت سخن می‌زند و پیروزی در میدان جنگ را وابسته به رهبری درست نظامیان افغان خوانده سال پیش رو را برای افغانستان سرنوشت ساز می‌داند. سال پیش رو سرنوشت آینده کشور و مردم ما رقم خواهد زد. پیروزی ها و ناکامی ها در عرصه داخلی و خارجی من جمله امور امنیتی عمدتاً به تحلیل درست و یا نادرست از وضعیت تهدید و چالش ها از یک سو فرصت ها ظرفیت ها و نقاط ضعف و نقاط قوی از سوی دیگر بستگی دارد. آقای جاهد همچنان از تأمین امنیت به افغانها اطمینان داده بر بهبود وضع بازداشتگاه ها و وضعیت سربازان پلیس سخن می زند. موفقیت های وزارت امور داخله در این شرایط اجاب ماموریت رهبری خوب و هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی را می نماید. اما پیشرفت ها و دستاورد ها هنوز به حدی نرسیده است. نرسیدند که جوابگوی کامل چالش‌های موجود امنیتی در سراسر کشور باشد. در این میان معاون دوم رئیس جمهور از مجلس نمایندگان می‌خواهد که به تاج محمد جاهد به عنوان نامزد وزیر وزارت داخله رأی اعتماد دهد. تأمین هماهنگی بین وزارت داخله و پلیس ما با دو دسته از نهادهای دیگر یک ضرورت اساسی است. اصلاحات در سطح کشور و بخصوص در پلیس افغانستان و در وزارت داخله کشور یک نیاز جدی روزی ماست. افغانستان که سالهاست در آتش جنگ می سوزد، گفته می شود رهبری درست جنگ می تواند نظامیان افغان را در رویارویی با طالبان به دستاوردهای بزرگ برسانند. خشونت در برابر زنان به ویژه خشونت های جنسی در کشور افزایش یافته و مسئولیت های حکومت در کل مردم و عالمان دین است تا در برابر این پدیده مبارزه جدی کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز این مطلب میگوید که اگر راهکارهای عملی برای از میان برداشتن خشونت ها در برابر زنان سنجیده نشود، تهدیدات و اعمال خشونتبار در برابر زنان بیش از این هم افزایش خواهند یافت. در همین حال وزیر ارشاد حج و اوقاف از عالمان دین میخواهد تا برای آگاهی دهی و مبارزه در برابر خشونت علیه زنان تصویر واقعی اسلام را به مردم به نمایش بگذارند. همایش سه روزه زیر نام جایگاه زن در اسلام و خشونت‌های جنسی از دیدگاه اسلام با حضور شماری از وزیران کابینه، عالمان دین شماری از ولایت‌ها و نهادهای مدافع حقوق زنان در کابل برگزار شد. در این همایش کمیسیون مستقل حقوق بشر نسبت به وضعیت زنان به ویژه کسانی که مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند سخت انتقاد می‌کند.
توجه وزیر صاحبای ما رو میخواییم و علمای کرام ما رو میخواییم که برای مردم آگاهی بدین، بگین او زبان نداره، او قربانی است. شما چی گونه میتونین برای یک دختری که زبان نداره و او نمیتونه تشخیص بده چی گونه به او تجاوز میکنین؟ و این واقعا شرم‌آور است به یک جامعه اسلامی با این فرهنگ والای افغانی ما. در همین حال وزیر ارشاد حج و اوقاف نقش عالمان دین را برای آگاهی دهی برای روشن شدن جایگاه زنان در اسلام بسیار اثرگذار می‌داند و از این عالمان می‌خواهد تا تصویر واقعی اسلام را با مردم شریک سازند. به حیث یک مسلمان، به حیث یک کسی که وظیفه داریم تصویر واقعی اسلام را و تصویر واقعی انسان‌ها مخصوصا زن را از لابلای آیات و احادیث بازتاب بتیم. برای نشر پیام های بازرگانی تان با ما به تماس شوید. صادرات محصولات زراعتی در سال جاری 16% افزایش یافته. وزارت زراعت کشور با ابراز این مطلب میگوید افزایش صادرات و حاصلات زراعتی به دلیل سرمایه گذاری بالای کشاورزان و آب و هوای خوب بوده است. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند افزایش حاصلات بالای واردات تأثیری نگذاشته. همزمان با نگرانی باغداران و کشاورزان از نبود بازار لازم در بیرون از کشور، وزارت زراعت کشور میگوید در سال جاری حاصلات زراعتی و صادرات آنها به بیرون از کشور افزایش یافته است. محصولات ما رقمای بسیار بالا دارد. بیشترین محصولی که تولید شده انگور است و شفتالو، در کنارش انار و زردالو و اقلام مختلف باغداری. در کنارش محصولاتی که از جنگلات برسنه هم به شکل وحشی است، مثلا جوازه و پسته که رقم بیش از 10,000 تن نشان میده حاصل برداری پذیریم. میزان حاصل برداری به تناسب سال گذشته خوب است. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید افزایش حاصلات باید بالای واردات تاثیر میگذاشت. زموږ صادرات شپږ سلنه زیات شوی دی. دغه صادرات په تیره د تازه میوو په برخه کې وو، په وچو میوو کې لږ موږ زیان ولیده، صادرات ډیر کم وو، مګر په تازه میوو سبزیجاتو کې زموږ صادرات ښه وو. په عین حال کې واردات هم ډیر سوي دي، د وارداتو کچه هم ډیر وه. خوشبینی وزارت زراعت از افزایش حاصلات در حال مطرح می شود که کشاورزان و باغداران کشور از کمکاری حکومت در ایجاد سهولت برای صادرات میوه های افغانستان انتقاد دارند. رویدادهای جهان هم تا لحظات دیگر. برای نشر پیام های بازرگانی تان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام های بازرگانی تان با ما به تماس شوید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه از جهان. گزارش ها از حضور سنگین پلیس در دفتر روزنامه پراتنج زمان در ترکیه حکایت دارد. در حال حاضر پلیس در بیرون ساختمان روزنامه زمان مستقر شده و به روزنامه‌نگاران تنها پس از کنترل کارت شناسایی اجازه ورود داده می شود. آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانی خود را نسبت به اقدامات ترکیه علیه آزادی رسانه ها ابراز کردند. دادگاهی در استانبول روز گذشته کنترل این روزنامه را که از منتقدان دولت ترکیه به شمار می رود به دست گرفت. شب گذشته پلیس با توسل به گاز اشکاور و ماشین های آبپاش در صدد متفرق کردن معترضان برآمد. یک مقام عربستان سعودی میگوید نیازی به صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد شرایط وخیم انسانی در یمن وجود ندارد. عبدالله معلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفته است کشورش نگران وخیم‌تر شدن وضعیت انسانی در یمن است، اما نیازی به صدور قطعنامه شورای امنیت در این مورد نمی‌بیند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی از یک سال پیش حملات خود به نیروهای حوثی در یمن را آغاز کرده است. گروه‌های حقوق بشری و شماری از کشورها بارها نگرانی خود را از حملات این ائتلاف به اهداف غیر نظامی در یمن اعلام کردند. ترکیه در حال حاضر میزبان تقریباً 2,700,000 پناهجوی سوری است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد کرده که برای اسکان صدها هزار شهروند سوری که از بیم جنگ داخلی در سوریه مجبور به ترک خانه هایشان شدند، شهر جدید در شمال این کشور ساخته شود. به گفته آقای اردوغان، این شهر می تواند به همکاری جامعه بین المللی و در مقیاس تقریبا 5000 کیلومتر مربع ساخته شود. رئیس جمهور ترکیه گفته است که او درباره این پیشنهاد با بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کرده است، اما آمریکا در این باره اظهار نظری نکرده است. خبرها پایان رسید. تا دیدار بعد. الله.